شاخص آزادی مطبوعات در کشورهای خاورمیانه از بعد به بدتر رسیده است. در سال 2022 اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخصهای آزادی مطبوعات دچار افت شدیدی شدن و شدیدترین کاهش این شاخصها در تونس مشاهده شده است. گزارشگران بدون مرز RSF که در پاریس مستقر هستند و همه ساله این گزارش را انتشار می دهند، این هفته فهرست سالانه آزادی مطبوعات خود را منتشر کردند و طی آن به بررسی وضعیت روزنامه نگاری در 180 کشور جهان پرداختند. در این گزارش آمده در لبنان فشار سیاسی بر رسانه ها قوی تر از همیشه است. عراق و ایران نیز به ترتیب نه و چهار پله سقوط کردند و عراق در رده 172 قرار دارد. ایران همچنان در بین ده کشور بد جهان از نظر آزادی مطبوعات و بدترین کشور منطقه با رتبه 178 باقی مانده است. به ویژه سرکوب و بازداشت و تهدید روزنامه نگاران ایرانی پس از فوت محسا امینی و آغاز اعتراضات در چهار ماه اخیر بیش از پیش رتبه آزادی مطبوعات در ایران را کاهش داده است. اردن، ترکیه و سوریه به ترتیب نو، چهار و دو رتبه بالاتر هستند. اما این گزارش تأکید کرد که وضعیت در ترکیه و سوریه بسیار بد باقی مانده است. ترکیه در رده 149 و سوریه در رده 171 م قرار دارد. در این باره گفتگویی داشتم با سراج دین میردامادی روزامنگار ساکن فرانسه و از ایشان پرسیدم ملاک و معیار تنظیم این گزارش سالانه چیست و چرا کشورها بدون تغییر نظام های سیاسی در سالهای مختلف رتبه هایشان در این گزارش بالا و پایین می رود؟ با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب و تمام بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید باید خدمتتون عرض کنم که ملاک و مهیار تنظیم این گزارش بر اساس شاخص هایی است که سازمان گزارشگران بدون مرز در اختیار داره و هر سال بر اون پای این گزارش رو تهیه میکنه که مهمترینش مسئله میزان دستگیری روزنامه نگاران هستش و محکومیت اونها به دلیل انجام فعالیت های حرفه ایشون و زخمی شدن و کشتی شدن روزنامه نگاران و خبرنگاران و تصویر برداران در حین انجام کار خبریشون در تظاهرات‌ها یا در مناطق جنگی هستش و همچنین بسته شدن یا بسته نشدن رسانه ها، شبکه ها، رادیو ها، سایت ها و همچنین فیلتر شدن یا فیلتر نشدن سایت های خبری هستش اینها مجموعه ملاک ها معیار هایی است که سازمان گزارشگران بدون ارز بدون مرز در پاریس اینها رو ملاک عمل خودش قرار میده و اینکه کشورها رتبهشون بالا و پایین میره دلایل گوناگون داره شاید یکی از مهمترین دلایلش این باشه که به هر حال بحران های سیاسی اجتماعی اتفاق میافته تظاهرات ها و شورش ها و اعتراضات اتفاق می‌افته که در واقع در این مواقع بحرانی هستش که مهمه که نظام های سیاسی آزادی مطبوعات رو رعایت کنن حقوق خبرنگاران رو رعایت کنن یا برای سرکوب و اختناق و بستن فضا روزنامه‌نگاران رو دستگیر کنن اونها رو بازداشت کنن و احکام سنگین اونها رو محکوم کنن و درست به دلیل اینکه اونها انجام وظیفهشون رو کردن و صرفا کار خبررسانی کردن همانند اون چیزی که ما در حوادث ایران هم دیدیم اونها رو محکوم کنند و با پیش فرض های امنیتی که وجود داره اونها رو به دشمنان خارجی متصب کنند و اجازه ندن که اونها به فعالیت های حرفه‌ای خودشون ادامه بدن این مبنای کار این گزارش هستش در کشورهای گوناگون با فضاهای سیاسی مختلف تلاش میشه که با یک معیار و ملاک واحدی عمل بشه در منطقه خاورمیانه به دلیل مسئله داعش و مسئله گروه های افراتی که وجود داره و سرکوب هایی که هم حکومت ها اعمال میکنن علیه روزامنگار و هم گروه های افراتی تروریستی سنی تندرویی که در منطقه وجود دارن علیه روزنامه‌نگاران و گردش آزاد اطلاعات اعمال میشه در واقع روزنامه‌نگاران کارشون در منطقه خاورمیانه دشوارتر هستش از سایر نقاط به ویژه در شمال افریقا هم این گروه های افراتی بکوهرام، داعش، القاعده در اونجا وجود دارن و اونها هم نکه حمله شون به مطبوعات و خبرنگارانی هستن که گردش آزاد اطلاع رسانی رو بر عهده دارن با تشکر از جناب میردامادی که از فرانسه با ما همراه بودن